آقا ساواش اون اسلحه رو بیار پایین. چرا؟ مگه نگفتی باید زودتر تصمیممو بگیرم؟ خب تصمیممو گرفتم، خودمو انتخاب کردم. اگه من بمیرم کار تو هم تمومه، درست میگم؟ میدونین وجودتون چقدر برای کارمون مهمه؟ این کارو نکن، نکن! پسر انگار تو منو اصلا خوب نشناختی. گوش کن، اگه خدایی نکرده یه تار موثر این خانوما کم بشه، بدون لحظه ای تردید ماشه رو میکشم. واسه مردنم یه گلوله کافیه. فکر میکردم منطقی تر باشین آقا ساواش. من کاملا آدم منطقیم، یه روانی منطقی. خیلی خوب، میخواید ما چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ الان بهت میگم. اول آدمات اسلحه هاشونو میارن پایین. بعدش دوتایی میشینیم این مشکل رو با هم دیگه حل میکنیم. اگه کاری که میگم و نکنی، صاف تو چشات نگاه میکنم و یه گلوله تو سرم خالی میکنم. همین. لازم نیست این کارو بکنین. آره، اسلحه هاتون رو بیارید پایین. شما هم لطفاً اسلحه هاتون رو بیارید پایین. اینو میگی؟ باشه حتما. آقا ساواش، به ما بدهکار شدین، یه بدهی خیلی بزرگ. خدا رو شکر بابام خیلی پول داره، مشکلی نیست. امشب رو فراموش نکنین، چون ما هم فراموش نمی کنیم. دو روز دیگه سر ساعت 8 بهتون زنگ میزنم آقا ساواش، به گوشی شخصیتون. لطفاً در دسترس باشید، وگرنه چی کار میکنی؟ اگه در دسترس نباشم چی کار میکنی ها؟ وگرنه دیگه حق انتخاب ندارید آقا ساواش. آن یه چیز دیگه، الان فهمیدم چرا فردا راجبتون تحقیق میکرده، چون شما کسی هستین که برای ما خیلی با ارزشه و باید همه جزئیات زندگی شما رو فهمید.